سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه، شاد و پر انرژی باشید. از این ویدیو به بعد میخوام بحث هندسه پایه کنکور مختص رشته تجربی که بچه های ریاضی هم میتونن استفاده کنن رو با همدیگه پیگیری کنیم. ببینید بچه ها، این فهرست یعنی صفحه اول کتاب 11 تجربی فصل هندسش هست. هندسه 11 تجربی شامل 3 درسه. درس اول ترسیم های هندسی، درس دوم استدلال و قضیه تالس، درس سوم تشابه مثلثات، که انشالله تمام این مباحث رو در 3 ویدیو با همدیگه کار خواهیم کرد. البته در این ویدیو موضوعمون ترسیم های هندسی و استدلاله. من اینجا از هم دارم مشخص کنم براتون، تو این ویدیو ترسیم های هندسی و استدلال رو میگیم، در ویدیو دوم قضیه تالس رو مورد بررسی قرار میدیم و در ویدیو سوم بحث تشابه مثلث ها رو. ببینید بچه ها، هندسه کنکور چارچوب مشخصی داره. درسته شاید درد سرساز باشه، نیاز به تست، تمرین و دید وسیعی داره که در کنکور موفق باشیم، ولی قاعده و چارچوبش مشخصه. ویدیوهایی که داریم از اینجا بعد، این 3 تا ویدیو رو تقدیمتون میکنم، بارها تماشا کنید، جزوه جلوتون بذارید، بنویسید، صفحه کاغذ بذارید، هر کاری که من کردم یادداشت کنید، شکلا رو بکشید، چندین و چندین مرتبه بنویسید تا روابط ملکه ذهنتون شه و ببینید که چارچوب به چه شکلیه. خیلی خوب، حالا کار رو شروع کنیم. ترسیم های هندسی و استدلال. ببینید یه توضیح، ترسیم هندسی یعنی رسم یک شکل هندسی. حالا اون چیزی که برای ما اینجا ملاک هست رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، اینکه یک شکل هندسی رو ما با چه ابزاری رسم میکنیم. استدلال یعنی دلیل آوردن، برهان آوردن، یعنی ما برای اثبات حرفمون چند مدل دلیل داریم. میخوایم راجع به اینا با همدیگه بحث کنیم. بریم اول سراغ ترسیم های هندسی. اون چیزی که خیلی مهمه اینجا اینه، رسم هندسی که مد نظر ماست فقط و فقط به کمک خطکش و پرگار انجام میشه. یعنی اگر به ما بگن فلان شکل هندسی رو رسم کن، ابزار رسم ما فقط خطکش و پرگاره، گونیا نداریم، نقاله نداریم، هیچ چیز دیگه ای نداریم، شابلون نداریم، ما باید بتونیم به کمک خطکش و پرگار رسم هندسیمون رو انجام بدیم. حالا خطکش چه ساز و کاری داره؟ کاراییش چیه؟ پرگار کاراییش چیه؟ کتاب درسی، متن کتاب درسی، فعالیت کتاب درسی، مطالبی که داره رو همه رو به عنوان درس و نکته و مثال اینجا آوردم که با همدیگه پیگیریشون کنیم. اول خطکش رو توضیح بدیم. ما از خطکش تو درسمون برای رسم خطی که از دو نقطه معلوم میگذره استفاده میکنیم. یعنی یه نقطه معلوم مثلا به نام آ، اینم یه نقطه دیگه به نام بی، من میخوام از این دوتا نقطه یه خط رسم کنم که عبور کنه، خطکش رو باید بذارم اینجا و اینو مثلا بکشم. این اولین استفاده خطکشه. همینجا یه نکته یاد بگیریم، از دو خط معلوم یک خط فقط میگذره. دومیش رسم پاره خط با طول معلومه. یعنی الان به بابا اگرم میگن آقا یه پاره خط 3 سانتی متر بکش، خطکش رو میذارم، پاره خط هم که میدونید سر و تهش بسته است، مثلا پاره خط OA، این سایز، این اندازه مشخص چقدره، مثلا 3 سانتی متر هست. این به کمک خطکش انجام میشه. پرگار به چه درد ما میخوره؟ پرگار برای رسم دایره است که مرکز و شعاعش معلوم باشه. اگه به ما بگن دایره رسم کن به مرکز نقطه مثلا او به طوری که شعاعش 2 سانتی متر باشه، ما دهانه پرگار 2 سانتی متر باز میکنیم، سوزن پرگار میذاریم اینجا، یه دایره رسم میکنیم. حالا من در ویدیوهای مربوط به، در واقع این انگار 2 سانتی متره، در ویدیوهای قبلی که بچه راجع به مقاطع مخروطی ضبط کردم، راجع به دایره اونجا توضیحات کامل دادم، معادله دایره. فقط اینجا یه یادآوری کوچیک انجام بدم و اون این که در کتاب درسی وقتی میخواد دایره رو تعریف کنه، میگه مجموع نقاطی از صفحه که فاصله اونها از نقطه ثابتی به نام مرکز برابر مقدار ثابتی به نام شعاع. اینم از دایره. پس این کارایی خطکش و پرگار برای ما که به چه صورته؟ من کنار میام برای اینکه شما خوب LCD رو ببینید و اگر میخواید اسکرین شات بگیرید یا میخواید بنویسید رو راحت باشید. برم سراغ اسلاید بعدیم. یک نکته،
بچه ها موقعیت یک نقطه نسبت به دایره سه حالت داره. ببینید این الان این مرکز، این وسط رو نگاه کنید، این دایره من، مرکز او، اینم شعاع آر. الان این فاصله او آ، یعنی آی که روی دایره قرار داره، فاصله او آ برابر آره. اینجا میگیم آ روی دایره قرار داره، یعنی در واقع اگر نقطه آ روی دایره باشه اون وقت او آ برابر آره. اگر نقطه آ درون دایره قرار داشته باشه، آ درون دایره باشه، اون وقت او آ از شعاع کوچیک‌تره و خیلی واضح و مبرهنه که اگر نقطه آ خارج دایره باشه، آ خارج دایره باشه، اون وقت او آ از شعاع بزرگتره. اینم موقعیت یک نقطه نسبت به دایره که چیز واضحیه و اینجا ما فقط با رسمش کار داریم. اینم از این نکته. میرم سراغ اسلاید بعدی. نکته یک، بچه ها دو تا نکته میگم برای رسم، اینا رو خوب یاد بگیرید. مفهومی هم تستای مربوط به ترسیم هندسی هم با این دو تا نکته اغلب قابل حله. اولیش نکته یک، برای پیدا کردن نقطه یا نقاطی از صفحه به فاصله معلوم از یک نقطه ثابت مانند او، با استفاده از پرگار یه دایره به مرکز او و شعای اون فاصله معلوم رسم کنیم. اگر به من بگن یک نقطه دارم به نام او، این نقطمه، شما بیا مجموعه نقاطی رو پیدا کن که فاصلش از او 2 سانتی متر باشه، ما اینجا از پرگار استفاده میکنیم. در واقع پرگار کارش رسم دایره است دیگه، یعنی بعد دهانه پرگار 2 سانتی متر باز کنیم، سوزن پرگار بذاریم رو او و یک دایره رسم کنیم. این دایره ای که الان رسم میشه، تمام این نقاطی که روی این قرمزه قرار دارن فاصلشون از او مثلا اینجا الان 2 سانتی متره. الان تمام این نقطه از او فاصلش 2 سانتی متره. پس هر وقت خواستیم نقطه یا نقاطی رو پیدا کنیم که از یه نقطه دیگه فاصله مشخصی داشته باشن، میریم سراغ پرگار. پرگار چی به ما میده؟ دایره، یعنی اون نقاط روی دایره قرار دارن. این نکته یک. من میام کنار که اگر میخواید بنویسید یا اسکرین شات بگیرید بعدن در با تماشای ویدیو جلو تصویر نباشم. نکته دو، حالا در واقع کار دومی که میخوایم انجام بدیم، برای پیدا کردن نقطه یا نقاطی از صفحه که اونجا از نقطه بود که اینجا میگیم از خط دی به فاصله معلوم ال هستند، دو خط موازی خط دی و به فاصله معلوم ال در طرفین دی رسم کنیم. چی داره میگه؟ ببینید بچه ها، این خط دی هست، من میخوام نقاطی از صفحه رو مشخص کنم که فاصلش از دی مثلا باشه ال. کافیه که بیام یک دو تا خط موازی دی رسم کنم، یه دونه بالاش به فاصله ال، اینجا نوشتم آر بچه، این ال چون اینجا هم ال گفتم، یه خطم پایین دی، یعنی مثلا اینجا اسمشو دپرینگ گذاشتم، اینجا دزگون، بیایم رسم کنیم به فاصله ال. پس اون مطلب تو نکته یک این شد، اگر خواستی نقاطی رو پیدا کنی که از یه نقطه به فاصله مشخصی باشن، اون نقطه یا نقاط رو دایره قرار دارن. اگر خواستی مجموع نقطه یا نقاطی رو پیدا کنیم که از یه خط به فاصله مشخصی باشن، اون نقطه یا نقاط روی خطوطی موازی اون خط قرار دارن. درست شد؟ من میام کنار که نگاه کنید که نکته دو بشه صورت. خیلی خوب، حالا بریم سراغ یک تست از این مطلب. تست رو لطفا توجه کنید، میگه نقطه آ به فاصله 2 متری از خط دی در یک صفحه قرار دارد. بچه ها همینجا هم یه چیزی رو باز کنم، قبلا هم تو کلاس بارها اشاره کردیم، وقتی میگیم صفحه یعنی یه جای دو بعدی، یعنی همین LCD، یعنی همین صفحه کاغذ شما دو بعدیه. صفحه وقتی میگیم فضا یعنی توی یه جای سبودی، یعنی در همین محیطی که شما هستید، یعنی الان منزل خودتون یا هر جا که دارید این ویدیو رو میبینید یا این استدیو که ما اونجا هستیم، یه فضای سبودیه. ما همه چیزو سبودش رو میبینیم، طول، عرض، عمق، ارتفاعش رو میبینیم، ولی شما در صفحه فقط طول عرض رو مشخص کنی. وقتی میگن صفحه پس یعنی این. میگه نقطه آ به فاصله 2 متری از خط دی در یک صفحه قرار داره. خب مثلا این خط دی من، دیگه خوب نگاه کنید، این خط دی من، اینم نقطه آ، این فاصله مثلا الان 2 متر آ، فاصله اینجوری مشخص کنم آقا این 2.
میگه چند نقطه به فاصله سمتری از آ و سمتری از دی در این صفحه قرار داره. میام کنار یه بار سوال خوب بخونیم. نقطه آ به فاصله 2 متری از خط دی قرار داره. چند نقطه به فاصله سمتری از آ و نیز سمتری از خط دی در صفحه قرار داره. خب من اول میام مجموع نقاطی که از آ به فاصله 3 هستن رو مشخص کنم. اسم اینو مثلا بذارم 1. بچه ها 1 نقاطی که ببین تستای اوله دارم می نویسم توضیح میدم مطلب خوب جا بیفته. نقاطی که از نقطه آ به فاصله 3 هستند، حالا دیگه مترشو ننویسم، به فاصله 3 هستند کجا هستند بچه ها؟ گفتیم از یه نقطه میخوای یه 3 نقاط پیدا کنی که به فاصله ثابتی مثلا اینجا 3 باشن، اون نقاط روی دایره هستند. پس نقاطی که از نقطه آ به فاصله 3 هستند روی دایره ای به مرکز آ و شعاع 3 میباشند. پس کافیه من یه دایره رسم کنم، یعنی سوزن پرگار بزنم رو آ، یه دایره بزنم 3 باشه. چون این فاصله 2ه، وقتی من دایره رو رسم کنم میاد این خطم قطع میکنه، یعنی 1 سانتیم از این بیشتر. این انگار اون دایره هست. حالا اگه شکلای ما یک مقدار نامیزون در میاد دیگه بر ما ببخشید، اینجا میخواییم کار سرپیش ببریم. این فاصله هم انگار 1 واحد در اومده. خب این از این شماره 1ه. حالا شماره 2، یعنی قسمت دوم توضیحات تستم، میگه اون نقاط از خط دی هم 3 متر فاصله داشته باشن. تو نکته 2 گفتم وقتی میخوای از یه خط نقاطی رو پیدا کنی که مثلا فاصلش 3 باشه، اون نقاط روی خطوط موازی دی هستن، طرفین دی، بالای دی، پایین دی، یا چپ دی، راست دی. حالا اینجا بالا پایینش من با مثلا رنگ سبز مشخص کنم اون دارو. الان به فاصله 3 از دی میخوام انجام بدم. خب این فاصله 2ه، یه واحد باید بالاتر باشه. این الان اون یک، مثلا این الان فاصله 3، اون یکی از اون خطا. خب این 1ه، وقتی من میخوام 0 رسم کنم انگار 2 تا هم از این پایین تر میاد دیگه، انگار مثلا این فاصله هم الان 3 هست. الان این خط با این خط و این خط همه با هم دیگه موازی هن. حالا میخوایم جواب تستمون رو بدیم. بچه ها کلا تو ریاضی اگه تو احتمال و مباحث آنالیز ترکیبی رو دقت کرده باشید و همیشه نشونه اشتراکه، یعنی الان پاسخ تست من اشتراک 1 و 2ه. من توضیح 2 هم وسط تون بنویسم که نقاطی که از خط دی به فاصله در واقع 3 هستند، نقاطی از خط دی که به فاصله 3 هستند روی خطوط موازی دی به اندازه 3 می باشند. وقتی میگم به اندازه 3 منظورم از اندازه فاصله اون خطوطه. خب الان من میخوام جواب تستم رو بدم. الان جواب تست میشه مجموع نقاط که روی 1ه اشتراکش با مجموع نقاطی که روی 2ه. یعنی الان دایره و خط موازی ها کجا با هم دیگه اشتراک دارن؟ الان تو این نقطه اشتراک داره، این نقطه اشتراک داره و تموم شد و رفت. یعنی الان نقطه دیگه نیستش که اشتراک داشته باشه. من میام کنار که خوب نگاه کنید، نقطه دیگه وجود نداره که اشتراک داشته باشه با این قصه. پس جواب من میشه 2 نقطه، یعنی گزینه 2 جد درسته. الان نقطه‌ای که رو دایره باشه و روی این خط سبز باشن وجود نداره. تنها 2 نقطه هستش که روی این خط سبز و رو دایره است و این نقطه الان فاصلش از آ 2ه. فاصله این نقطه از آ الان ببخشید 3 هست، چون این شعاع دایره است دیگه، درسته؟ و همینطور گفته به فاصله سمتری از آ، و همینطور این نقطه فاصلش از خط دی هم 3، این نقطه فاصلش از خط موازی دی من الان 3 هست. این چون این خط موازی اینه دیگه، فاصله هم 3. پس این نقطه فاصلش از دی 3 هست، این نقطه فاصلش از نقطه در واقع آ هم 3 میباشه. من میام کنار که نگاه کنید یا بنویسید. پس جواب من شد این نقطه. الان شعاع من در واقع 3 هست، شعاع من 3 هست. گفتم حالا دایره رو بعد کشیدیم، این 3 هست. خب اینم از این سوال. بریم سراغ یه نکته. آها بچه ها،
آیا ما با هر اندازه دلخواهی میتونیم یه مثلث رسم کنیم؟ یه نکته میخوام بگم، این در واقع قضیه وجود مثلثه. نکته اینه، شرط آن که A, B و C طول سه ضلع یک مثلث باشن اینه که این سه تا رابطه حتما برقرار باشن. B به اضافه C از A بزرگتر باشه، A به اضافه C از B بزرگتر باشه، A به اضافه B از C بزرگتر باشه. اینا یعنی چی؟ یعنی برای اینکه سه تا طول داشته باشم و بتونم باهاش مثلث بسازم، مجموع هر دوتاش از اون یکی باید بزرگتر باشه. به عبارت بهتر، در هر مثلثی مجموع دو ضلع از ضلع سوم باید بیشتر باشه، اگر نباشه اون مثلث وجود نداره. این از نکته‌ام. میام کنار که نگاه کنید که چی کار داریم میکنیم. یک تست رسم حل کنیم، پاره خط به طولهای x به اضافه 6 5x و 7x منهای 2 سه ضلع یک مثلثن، حدود x کدام است؟ وقتی این سه تا ضلع مثلث باشن یعنی مجموع دو به دوشون از اون یکی باید حتما بزرگتر باشه. یعنی من الان باید نتیجه بگیرم 5x به اضافه x به اضافه 6. ببین 5x با x به اضافه 6 رو اگر من جمع کنم، جمع کنم باید بزرگتر شه از اون یکی، یعنی از 7x منهای 2. این یکی گفتم دو به دو. یکی دیگرش اینه، مثلا 5x با 7x منهای 2 رو من جمع کنم، 5x با 7x منهای 2 رو جمع کنم باید از x به اضافه 6 بزرگتر باشه. 5x به اضافه این باید بزرگتر از این باشه. و در نهایت اینجا اگر من x به اضافه 6 رو با 7x منهای 2 جمع کنم باید از 5x بزرگتر باشه. در واقع پاسخ این تست جواب این سه تا نامعادل است. باید این سه تا رو، اینو بالایی رو حل کنم، اینو حل کنم، اینم حل کنم، اون وقت بین همه اینا باید اشتراک بگیرم. این راه حل کلاسیکشه. حالا من ادامه کارو انجام نمیدم، به روش ساده تری میخوام این تست رو حل کنم. دقت بفرمایید، الان روش دوم برای حل سوال، گفتم اینو باید یه نامعادله، یه سه تا نامعادله حل کنم و برم اشتراک بگیرم. حالا ببینیم من چقدر تستی رو راحت حل میکنم. گفته حدود x رو پیدا کن. کلن در ریاضی هر تستی که گزینه‌هاش به صورت بازه باشه معمولاً به کمک عددگذاری راحت حل میشن. اینجا رو ببین، گزینه یک میگه x از منفی 4 سوم تا 8، منفی 4 سوم تا 8 یازدهمه، 8 یازدهم تا 8، منفی 1 سوم تا 8 یازدهمه. الان تو گزینه یک، گزینه دو و گزینه 4 x از یه عدد منفی به بعد میاد، درسته؟ خب اینا هم که طول ضلع منن. الان مثلا x مساوی 0، عدد 0 توی این گزینه هست، تو 2 هم هست، تو 4 هم هست، ولی تو 3 نیست، چون این منفی 4 سوم، منفی 4 سوم، منفی 1 سوم 0 رو دارن. وقتی اینا 0 رو دارن یعنی من اگر x مساوی 0 رو انتخاب کنم، یعنی if اگر x مساوی 0 قرار بدم، اون وقت خب من میام به جای x 0 میذارم، تو 3 تا گزینه هم عدد 0 هست، به جای x 0 قرار بدم، اینجا اصلا طول صفر میسازه. اینجا به جای x صفر بذارم جلو میپره، طول منفی میسازه. مگه ما مثلثی داریم که ضلعش باشه منفی 2؟ مگه ما مثلثی داریم که طول ضلعش اصلا بشه صفر؟ پس اگر x بذارم صفر، اون وقت اصلا مثلث تشکیل نمیشه، مثلث وجود نداره، چون مثلثی اصلا طول ضلع که شخص منفی نیست، طول ضلع که شخص صفر نیست. پس گزینه ای که صفر داشته باشه رد. در نتیجه گزینه ای که x مساوی 0 داره رد میشه. خب الان گزینه 1 و گزینه 2 گزینه 4 رد شد، جواب شد گزینه 3. به همین راحتی. من میام کنار که نگاه کنید سوال چطوری حل شد. اینم از حل این تست. برم سریع سراغ مطلب بعدی که برسیم تو حجم کمتر از ویدیو مطلب رو ارائه کنیم. چند مثلث می توان رسم کرد که طول اضلاعش 5 و 7 و 12 باشه؟ گفتیم مجموع دو ضلع از ضلع سوم باید بزرگتر باشه،
یعنی الان من اگه 5 و 7 و 12 این سه تا زل رو انتخاب کنم، جمع مثلا 5 و 12 بعد از 5 و 7 بعد 12 بیشتر باشه. آیا 5 به اضافه 7 از 12 بیشتره؟ خب این میشه در نتیجه 12 بزرگتر از 12. 12 که 12 بزرگتر نیست، 12 و 12 مساویه. تلات شد رفت. پس مثلثی با این شرایط وجود نداره. چند تا مثلث میتونیم بسازیم؟ صفر تا مثلث. هیچی مثلث. بچه ها داریم این تستا رو با نکته حل میکنیم که خودش یه قضیه است و میگه در هر مثلث مجموع دو ضلع از ضلع سوم بزرگتره. اینجا مجموع 5 و 7 باید از 12 بزرگتر باشه، در حالی که بزرگتر نشد. نیست، اینا با هم دیگه یکی هم. برم سریع سراغ مطلب بعدیم راجع به عمود منصف. بچه اگه خاطرتون باشه در کتاب درسی تو بحث ترسیم های هندسی ما میومدیم راجع به عمود منصف نحوه رسمش و خواصش صحبت میکردیم، نحوه رسم نیمساز یک زاویه و خواصش صحبت میکردیم. الان دیگه تو تست و کنکور نحوه رسم و اینا رو نداریم که از این نکته هایی که تو دلش وجود داره باید استفاده کنیم. خوب به این تعریف و سه تا نکته که اینجا ارائه کردم دقت کنید. تست مربوط به عمود منصف با همینا حل میشه. اول یک تعریف، عمود منصف یک پاره خط چیه؟ خطیه که از وسط پاره خط AB بر این خط عموده. خب نکته سه بچه که نکته مهمی هم هست رو دقت کنید. میگه عمود منصف های مثلث قائم الزاویه همدیگر رو در وسط وتر قطع میکنن. اگه دونه مثلث قائم الزاویه داشته باشی بخوای عمود منصف های سه ضلعش رو بکشی، اینا رو وتر میفتن که طول شعاع دایره محیطی مثلث قائم الزاویه با وتر آ برابر آر مساوی آ دومه. این چی میگه؟ ببینید دایره محیطی مثلث قائم الزاویه یعنی من یه مثلث قائم الزاویه دارم، با رنگ سبز بکشم رنگو عوض کنم که شکلمون ترتمیز شه. دایره محیطی یعنی دایره‌ای که بیاد به اصطلاح از دور تا دور این بگذره. حالا اگه شکل ما بد شده بر ما ببخشید. برگشته میگه شعاع این دایره برابر با در واقع نصف وتره. این وتر حالا ما شکل اون میگم اینجا یه مقداری بد شد. بچه‌ها نگاه کنید اگه دایره باشه این مثلا مرکز من، آه این به این شکل، من مثلثم اجازه بدید اینجوری بکشم، این مثلث الان 90 درجه است، این باید 90 باشه. این شکل رو این پایینه رو پاک کنم که اشتباه نکنیم، اینو من پاک کنم. خب این شکلی که کشیدم رو دقت بفرمایید. الان یه مثلث قائم الزاویه است، اینم الان نقطه او من مرکزه، اینم که دایره محیطیه. خب این بعد 90 درجه باشه که این روبروش کمانش بشه 90 و اینجور صحبت کاری نداریم. الان این وتر منه دیگه، این وتر قطعا از قطر عبور میکنه و اگر اندازه وتر آ باشه الان شعاع من آ دومه، الان شعاع من آ دومه. پس هر وقت من میام کنار که خوب نگاه کنید، پس هر وقت یه دایره محیطی دور مثلث قائم الزاویه رسم میشه طول شعاع دایره محیطی برابر با نصف وتره. خیلی خوب، بریم سراغ حل یک تست. بچه ها این تمرین کتاب درسیتون بود، اینجا تبدیل به تستش کردم. میگه چند نقطه در صفحه، چند نقطه در صفحه دو پاره خط AB و CD مطابق شکل میتونیم پیدا کنیم که از این چهار تا نقطه A B C D به یه فاصله باشه. میگه الان این پاره خط من با این موضع، پاره خط CD منم با این موضع قرار دارن تو صفحه. چند تا نقطه تو صفحه میتونی بگی که از A B و C و D به یک فاصله باشن؟ خب ما الان خوندیم نقاطی که اینجا واسط می‌نویسم، شماره یک، نقاطی که از دو نقطه آ و ب به یک فاصله باشند، نقاطی که از دو نقطه آ و ب به یک فاصله باشند روی عمود منصف AB هستند. پس من اگر عمود منصف AB رو بکشم حل. این عمود منصف AB یعنی اومد و نصفش کرد. الان نقاطی که روی این قرار دارن مثلا این نقطه الان از A و از B به یک فاصله است.
حالا میرم به نقطه یعنی به سی دی گیر میدم، اسم اینو شماره دو میذارم. اینجا هم میگیم نقاطی که از سی و دی به یک فاصله باشند روی عمود منصف سی دی هستند. من میام عمود منصف سی دی رو با رنگ سبز مشخص میکنم، اینم عمود منصف سی دی، یعنی اومد بهش عمود شد و نصفش کرد. الان نقاطی که روی این سبزن از سی و دی به یک فاصله ان. بچه ها محل تلاقی سبز و قرمز رو نگاه کنید، الان محل تلاقی سبز و قرمز این نقطه، اسمشو اگه من بذارم او، هم از آب به یک فاصله است هم از سده به یک فاصله است. چون این نقطه او هم رو عمود منصف آب است هم رو عمود منصف سیده است، سیدیه در واقع، یعنی در واقع جواب من هست اشتراک یک و دو. الان خط قرمز و خط سبز من چند نقطه اشتراک دارن؟ یک نقطه اشتراک بیشتر ندارن، پس یک نقطه در صفحه وجود داره که از این چهار نقطه به یک فاصله باشه و اون نقطه روی محل تلاقی عمود منصف های اون دو پاره خط قرار داره، یعنی گزینه دو جواب این تست ما. من میام کنار که نگاه کنید تست چجوری حل شده. خیلی خوب، سریع بریم سراغ تست بعدی. طول شعاع دایره محیطی مثلثی، ببین دایره محیطی مثلث، یه مثلث دارم یه دایره اومده دور تا دورش محیط شده، رسم شده، به طوری که رأسای مثلث افتادن دایره، مثلث هم داخل دایره است. با اضلاع 2 3 و رادیکال 5 کدام است؟ داره میگه من یه مثلث دارم، طول اضلاعش 2 3 رادیکال 5، اومدیم یه دایره دور تا دورش کشیدیم، بگو اون دایره شعاعش چقدره. بچه ها اگر دقت کنید، اگر به طول اضلاع دقت کنید، نگاه کن، بین اعداد 2 رادیکال 5 و 3 رابطه فیثاغورسی برقراره، رابطه فیثاغورسی. اجازه بدید من فیثاغورس رو با 3 نقطه نمایش بدم، توی کتاب خیلی کهن و قدیم دیدم که اینجوری نوشته بود، رابطه بین اعداد 2 رادیکال 5 و 3 رابطه فیثاغورسی وجود داره. اون رابطه فیثاغورسی چی بود؟ میگفتیم یکیش به توان 2 میشه این به توان 2 بزرگ، یکی به توان 2. اگر نگاه کنید الان 2 به توان 2 به اضافه رادیکال 5 به توان 2 میشود 3 به توان 2، چون 2 به توان 2 4ه، اینم به توان 2 برسه رادیکالش میپره میشود به اصطلاح 5، 5 و 4 9، 3 به توان 2 هم 9، 9 مساوی 9. وقتی وجود داره من نتیجه میگیرم که این یک مثلث به اصطلاح قائم الزاویه است که طول وترش 3 هست و اون یکی اضلاع قائمش یکیش مثلا 2، یکیش هم مثلا رادیکال 5. به این ترتیب. خب وقتی من فهمیدم این مثلث قائم الزاویه است، چه نکته قبل از این یاد گرفتیم؟ یکی دو دقیقه پیش گفتیم مثلث قائم الزاویه دایره محیطی رسم بشه، اون وقت طول شعاعش، طول شعاع دایره محیطیش مساوی میشه با نصف وتر، یعنی وتر رو تقسیم بر 2 کن. خب این تقسیم بر 2، وتر من اینجا اندازه چقدره؟ 3، پس میشه 3 تقسیم بر 2، 3 دوم یعنی 1.5، 1.5 هم میشه گزینه 2 من. میام کنار که خوب نگاه کنید که چه کردم. اینم از این. کلا باید دقت کنیم بچه ها، اون رابطه معروف فیثاغورس در هندسه سر و کلهش ممکنه همه جا پیدا شه. خیلی خوب، ردشیم بریم سراغ مطلب بعدیمون، یه تست دیگه. مرکز دایره محیطی مثلث محل تلاقی جای خالی مثلثه. خب 2-3 دقیقه پیش توی اون نکتهمون به شما گفتم مرکز دایره محیطی مثلث محل تلاقی عمود منصف‌های مثلثه. کلا رو یاد بگیریم، اگر عمود منصف‌های مثلث رو رسم کنیم محل تلاقیشون همیشه میشه مرکز دایره محیطی.
مطلب بعدی نیمساز یک زاویه است. گفتم در کتاب درسی در ترسیمای هندسی تاکید زیادی رو نحوه رسم عمود منصفا و نحوه رسم نیمساز یک زاویه است. عمود منصفا با نکتهش گفتم، الان نیمساز رو میخواییم بگیم. تعریف و نکته. اول نیمساز زاویه رو تعریف کنیم. دیگه میدونید از بچگی خوندید نیمساز خطیه که زاویه رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. الان زاویه x او y رو دارم، خط او y اینو به دو قسمت تقسیم کرد، یعنی الان زاویه x او y با زاویه y او z برابره. حالا نکات مهم کنکوریش اینجاست. نکته یک، هر نقطه روی نیمساز زاویه باشه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است و برعکس. الان بچه‌ها من اگه این نقطه رو روی نیمساز انتخاب کنم، این نقطه رو نیمسازه، هر وقت میگن فاصله یه نقطه از یه خط، یعنی فاصله عمودیش مد نظرمونو، در واقع هر وقت میگن فاصله نقطه تا نقطه که هیچی، فاصله نقطه از خط فاصله عمودی، یعنی الان این فاصله با این فاصله دقیقا برابره. و برعکس، یعنی اگر یه نقطه فاصلهش از دو ضلع به یک اندازه باشه، اون نقطه روی نیمساز به اصطلاح اون زاویه قرار داره. بچه ها ما به اینا میگیم اضلاع زاویه، در واقع هر زاویه دوتا ضلع داره. این نکته یک هم اینو داشت میگفت. حالا نکته دو، مرکز دایره محاطی مثلث. محاط یعنی چپاندن، محیط یعنی دور تا دور. وقتی میگم مرکز دایره محاطی مثلث، یعنی من بیام یه دایره داخل مثلث قرار بدم، مثل این الان مثلث آبسه رو دارم، یه دایره محاط شد، یه دایره چپانده شده در اون این مثلث. اینجوری میگم که بهتر بزنتون بمونه. مرکز دایره محاطی مثلث، مرکزش محل تلاقی نیمسازهای داخلی اون مثلثه. بچه ها یه مثلث نیمساز داخلش رو رسم کنم، الان نیمساز زاویه آ رو رسم کنم، نیمساز زاویه بی رو رسم کنم، نیمساز زاویه سی هم رسم کنم، محل تلاقی اینا که اسمش رو نقطه او بذارم، این دقیقا مرکز دایره میشه. میام کنار که ببینید چه کردیم. اینم از این نکته. بریم سراغ حل تست. تست خوب نگاه کنید، میگه در مثلث آبسه، بچه ها شکل نداده، سعی کنید یک شکل فرضی خوب بکشید. این مثلث من مثلا فرضی ABC، اندازه AB مساوی 6، این 6 و AC 8، این AC من اندازش 8. نیمساز داخلی زاویه A ضلع BC رو در D قطع میکنه. خب من بیام نیمساز زاویه داخلی A رو بکشم، این مثلا انگار نیمسازش، این الان انگار نیمسازش، الان اومده BC رو، این BC رو تو دی قطع کرده. وقتی میگیم نیمساز، یعنی مثلا الان A1 با A2 برابره. مساحت مثلث ABD، یعنی ABD این مثلث چند برابر مساحت مثلث ACDه. بچه ها اینجور سوال ها که میگه که این چند برابر اون یکیه، در واقع شما باید بیای نسبت مساحت هاشون رو پیدا کنی. یعنی الان جواب این تست اینجوریه، جواب این تست هست نسبته، میگه S ABD چند برابر S ACD. چیز افسی نیست، من به شما میگم 12 چند برابر 4، شما میگی 12 تقسیم بر 4 میشه 3، 3 برابره. اینجا میگه مساحت ABD چند برابر ACD است، میگیم S ABD تقسیم بر S ACD. خب مساوی با خط کسریمو میذارم. مساحت مثلث فرمولش چیه؟ 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع. خب من میام گیر میدم الان به مثلث ABD، خب میام یک ارتفاع رسم میکنم، این شکلی میام مثلث ABD ارتفاع نظیر AB رو میکشم از D. این الان یه ارتفاع مثلا اسمش رو میذارم DH، یعنی الان مساحت ABD میشه 1/2 قاعده در ارتفاع، قاعده در ارتفاع، یعنی 1/6 ضرب در DH، میذارمش کنار. حالا میام اس آسده رو، آسده میام ارتفاع نظیر رسم میکنم، مثلا این ارتفاع رو میکشم، این ارتفاع اسمشو مثلا میذارم H پریم. الان مساحت مثلث آدسه هم میشود 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع. خب قاعدش 8، ارتفاعش هم گرفتم DH پریم. حالا میخوام اینو ساده کنم. اگر دقت بفرمایید میبینید 1/2 با 1/2 ساده میشه.
و مهمترین نکته، بچه ها الان نقطه دی روی چی قرار داره؟ دی رو نیمساز قرار داره دیگه، درسته؟ دی روی نیمساز است. خب ما گفتیم هر نقطه که رو نیمساز یه زاویه باشه از دو ضلع اون زاویه به یک فاصله است. در هندسه بچه ها شکل یعنی شهود اصلا محکم نیست، یعنی شکلهای ما فرضیه. شما الان شاید داری میبینی این که این از این گنده تره، ولی شکل فرضیه، یعنی این شکل الان درست نیست، شکل غلط رسم شده از نظر فنی، ولی چون ما اولش اطلاعاتی نداریم همینجوری شکل رو میکشیم. یعنی الان من دارم میفهمم دی از دو سر این دو ضلع به یک فاصله است، یعنی الان دی اش با دی اش پریم برابره، پس دی اش هم با دی اش پریم میزنم، تموم شد و رفت، یعنی موند 6 بر روی 8. 6 هشتم جواب این تسته. یا ساده تر کنم، تقسیم بر دوش کنم، میشه 3/4. خب 3/4 یعنی 75/7 و تموم شد. یه بار دیگه این سوال چجوری حل شد؟ اینجوری که من اومدم نیمساز رو رسم کردم، روی نقطه بیس اسمش رو، یعنی روی ضلع بیس اسمش رو دی گذاشتم، ارتفاع رسم کردم، چون نقطه روی نیمسازه پس فاصله نقطه از دو ضلع اون زاویه به یک فاصله است، یعنی اندازه به اندازه برابره. نوشتم اونها رو ساده کردم، میام کنار که ببینید که چه اتفاقی افتاده. اینم از این سوال. برم سریع سراغ یک مثال دیگه. یه تست مثلث آبسه محفوظ است. خب یه مثلث دوباره رسم کنیم، یک مثلث دلخواه میکشیم فرضی، حالا نمیدونیم که بعدش چه اتفاقی میفته. این مثلث آبسه، عمود منصف های دو ضلع آب و بسه یکدیگر رو در او قطع میکنن. خب من بیام عمود منصف آب رو بکشم، مثلا نگار این عمود منصف آب ادامه هم داره، اینم عمود منصف بسه انگار ادامه هم داره، ادامه هاشو نمیکشم که شکل ترتم میشه. آه اینا رو همدیگه رو قطع کردن، کجا؟ تو او، اسم این اوه. میگه اگر فاصله او تا نقاط بی و نقاط سی، اگر فاصله او تا ب و تا سه به ترتیب 2x به نهای 1 و x به اضافه 2 باشه، اندازه او آ چقدره؟ خب من وای میستم کنار، یه بار تست رو با هم بخونیم، شکلم کشیدم بعد حلش کنیم. مثلث آبسه محفوظ است، عمود منصف دو ضلع آب و بسه یکدیگر رو در نقطه او قطع میکنن. اگر فاصله او تا نقاط بی و سی به ترتیب 2x منهای 1 و x به اضافه 2 باشه، اندازه او آ رو پیدا کن. خب برم سراغ حل سوالم. بچه اینجا نگاه کنید، او رو عمود منصف آب است، پس فاصله او از دو سر پاره خط به یک اندازه است. چون او رو عمود منصف آب قرار داره، پس الان او آ با او بی برابره. این یه مطلب. مطلب دومم با رنگ آبی، چون او رو عمود منصف بسه قرار داره، چون او رو عمود منصف بسه قرار داره، فاصله او از دو سر پاره خط به یک اندازه است، یعنی الان اندازه OB با اندازه OC هم برابره. این از این. حالا سوال از من اندازه OA رو میخواد. خب OA با OB برابره، OB هم با OC برابره، از این دوتا نتیجه میگیرم OA با OC برابره دیگه، پس OA میشه OC، یعنی من الان OC رو پیدا کنم تست حل شده. خب OC رو چجوری پیدا کنیم؟ به این ترتیب. سوال داره میگه فاصله او از بی و سی، فاصله او از بی و سی به ترتیب این دوتاست. خب ما میگیم او بی و او سی هم که برابرن، یعنی از خود این نتیجه میگیرم این دوتا با هم برابرن، یعنی 2x منهای 1 با x به اضافه 2 برابره. خب در نتیجه خیلی راحت حل میشه، این x میره اون ور، 2x منهای x میشه x، منهای 1 میزنمش مثبت 1، 2 و 1 میشه 3، x شد 3. وقتی x بشه 3 اون وقت مثلا او 3 میشه. خب گفته بود که b و c به ترتیب، یعنی دومی برای در واقع c، البته فرقی هم نمی کنه، او c میشه، به جای x 3 میذارم، میشه 3 به اضافه 2 مساوی است با 5 و تموم شد. گفتیم او a مساوی با او c دیگه، کافیه تو او c به دست بیاری، او c هم 5 به دست آوردی، میشه گزینه 2 و تموم شد. میام کنار که نگاه کنید که چه اتفاقی افتاده. اینم از حل این تست. بریم سریع سراغ یه تست دیگه. میگه فاصله نقطه A از خط D، این خط
به نام دی، اینم نقطه آ، برابر یک سانتی متره. این فاصله بچه الان یک سانتی متره. این فاصله الان یک. چند نقطه رو خط دی وجود داره که فاصلش از آ برابر دو باشه؟ ببین، فاصله از نقطه آ. در اسلایدهای قبلی 10-15 دقیقه پیش گفتم که در واقع هر وقت بخوایم مجموع نقاط رو پیدا کنیم که از یه نقطه فاصله مشخصی داشته باشن، باید دایره رسم کنیم دیگه. پس من باید بیام یه دایره بزنم به مرکز آ و به شعاع دو، چون شعاع دوه، اینم یکه، از این بیشتر میشه، یعنی انگار این میشه، این الان یه شعاع دویه. خب حالا میگه که چند تا نقطه رو خط دیه که فاصلش از آ 2 سانتی متر باشه. خب این نقطه رو ببین، این نقطه هم ببین، الان این شعاع دیگه، این فاصله الان 2، این شعاع دیگه، این فاصله 2، پس یه نقطه، دو نقطه، دو نقطه میشه جواب این تست من. اومدم کنار که خوب نگاه کن، اینم از این گزینه 2 شد. سریع بریم سراغ یه تست دیگه. خب خوب نگاه کنید، با توجه به شکل زیر چند نقطه وجود داره؟ ببین نمیگه این نقطه کجاست، میگه کلن چند تا نقطه تو صفحه وجود داره که از نقطه پی به فاصله 2 و از خط دی به فاصله 1 باشه. ببین و اومده، و هم نشون دهنده اشتراکه. اشتراک بین چی؟ اون نقاطی که از نقطه پی به فاصله 2 و از خط دی به فاصله 1 باشه. یعنی مثل اون تستای اولی که حل کردم، ما الان باید بریم مجموعه نقاطی که از پی قرار داره رو پیدا کنیم، مجموعه نقاطی هم که از دی قرار داره رو پیدا کنیم، اشتراک بگیریم ببینیم که چند تاست. خب الان شکل من اینه، یه خط داده دی، نقطه پی رو مشخص کرده. بچه این خط چینه؟ گفته این فاصله پی از ابتدای این خط به اصطلاح 2، یه زاویه 30 درجه هم تشکیل شده. تو تستای قبل همیشه فاصله عمودی رو میداد، ما راحت دایره رو میزدیم، میفهمیدیم که از این خط عبور میکنه، عبور نمیکنه. خب اول من باید فاصله عمودی رو پیدا کنم. این فاصله عمودی بچه ها، این تیکه الان قابل محاسبه است. چطوری؟ وقتی من اینو عمود کنم به این مثلا اسمشو هاش بذارم، این الان یه مثلث قائم الزاویه است دیگه. در واقع الان یه مثلث قائم الزاویه دارم. در مثلث قائم الزاویه ضلع روبرو به زاویه 30 درجه نصف وتره. در مثلث قائم الزاویه ضلع روبرو به زاویه 30 درجه نصف وتره. نه کجا اومده، هیچی از این اومده. بگم سینوس میشه مقابل به وتر، سینوس 3/2 خود به خود اینجوری میشه. پس در مثلث قائم الزاویه ضلع روبرو به زاویه 30 درجه، یعنی پیهاش هست، وتر رو تقسیم بر 2 کن. وتر منم اندازش 2ه، 2/2، این میشه 1. پس این فاصله ای که نمیدونستم چی، الان 1 در اومد. حالا من میخوام نقاطی رو پیدا کنم که از پی به فاصله 2 باشه. برای اینکه از پی به فاصله 2 باشه، اون نقاط روی دایره ای هستند، اون نقاط رو دایره ای هستن که به مرکز پی و شعاع دو قرار دارن. یعنی من باید یه دایره بکشم این شکلی. الان این شعاعش دو، اینم شعاعش دو، درست شد؟ این شعاعش دو. از خط دی به فاصله 1 باشن، با یه رنگ دیگه که ترتمیزتر شه. گفتیم هر وقت خواستی در واقع نقاطی رو پیدا کنی که از یه خط فاصله مشخصی داشته باشن، اون نقاط روی خطوط موازی طرفین دی هستن به فاصله 1. از دی میخوام فاصلهش 1 باشه. خب بالای دی فاصله 1، ا میشه همون نقطه پی. پس یه خط از نقطه پی عبور میکنه موازی این، و یه دونم پایین تر. خب بچه ها گفتیم این شعاع کلن 2 سانتی متره دیگه، درسته؟ شعاع دایره من 2 بود، این فاصله که 1ه، پس قطعا باید این فاصله هم 1 باشه که کل شعاع من 2 رو بسازه. پس اون یکی خط که به فاصله در واقع 1 سانتی متری از دی قرار داره، دقیقا از روی دایره میگذره. الان اینجا 3 تا نقطه بامزه وجود داره. این 3 تا نقطه هم رو دایره هستن، هم رو این خطای سبز رنگ هستن. یعنی این نقطه الان فاصلهش از پی 2 سانتی متره، برای اینکه شعاعه، برای اینکه شعاعه، برای اینکه این الان شعاعه. و همینطور این دو، این سه تا نقطه که مشخص کردم از دی 1 سانتی متر فاصله دارن، چون یه خط موازی به فاصله ای که، اینم یه خط موازی به فاصله ای که. پس جواب این تست میشه 1 و
دو، سه تا نقطه، گزینه سه تموم شد و رفت به کارش. میام کنار که با دقت ببینید که چه اتفاقی افتاده. اینم از این. خیلی خوب. بریم سراغ حالا استدلال. بچه ها استدلال دیگه اینجا میشه تعریفی، محاسباتی نیست، مفهومیه. اگر تستی هم قرار باشه که از این قصه تر بشه خیلی هم آسونه، بیشتر به حالت تعریفیه. حالا با همگه بررسی کنیم انواع استدلال رو. بچه ها در کتاب درسی دو نوع استدلال معرفی میکنه: استدلال استقرایی، استدلال استنتاجی. استدلال استقرایی چیه؟ نتیجه گیری بر اساس مجموعه محدودی از مشاهدات رو بهش میگیم استدلال استقرایی. در واقع استدلال استقرایی استدلال ضعیفیه. ما یک مجموعه محدودی از مشاهدات رو داریم، میایم نتیجه گیری کلی میکنیم، بهش میگن استدلال استقرایی. مثلا شما میری یه شهری مسافرت، اتفاقی وارد یه خیابونی میشی که توش 5 تا بنز پارک بوده. برمیگردی شهر خودت، میگی یه جا رفتم همه بنز داشتن، در حالی که یه دونه خیابون اتفاقی 5 تا بنز پارک بوده. نمیدونیم به همه بنز داشتن. یا وارد یه کلاسی بشیم ببینیم دو نفر درسشون بده، بگیم آقا این کلاس همه ضعیفن. حالا دو نفر ممکنه ضعیف باشن، بقیه شاید همه خوب باشن. به این میگن استدلال استقرایی. در واقع شما در استدلال استقرایی نتیجه گیریتون از جزء به کله، ممکنه درست نباشه. پس استدلال استقرایی استدلال ضعیفیه. استدلال استنتاجی تعریفش اینه: نتیجه گیری منطقی بر پایه واقعیت‌هایی که درستی اونها رو از قبل قبول کردیم. هر کاری که شما در ریاضی انجام میدی، در حل تست انجام میدی، محاسبه میکنی، همش استدلال استنتاجیه. در واقع بر مبنای اصول درست ریاضیه، بر مبنای قضایای درست ریاضیه. در واقع استدلال استنتاجی نتیجه گیری از کل به جزئه که همواره درسته. استدلال پس به دو دسته کلی تقسیم شد: استقرایی و استنتاجی. تعریفیه، آسونه. قضیه چیه؟ ببینید بچه ها، اینا رو شما از دوران دبستان و متوسط اول خوندید، چون در کتاب درسی اونم هست من دارم میگم که اگه یه وقت تعریفی سوال دادن جا نمونیم. قضیه یک گزاره شرطیه، اون گزاره همیشه درسته، اینجوری هم شروع میشه: اگر فلان چیز، آنگاه اون اتفاق میفته. اگر و آنگاه توش وجود داره. اون گزاره ای، اون جمله ای که بعد از اگره فرض قضیه است، اونی که بعد از آنگاه قرار داره همیشه حکم قضیه ماه. عکس قضیه، اگر جای فرض و حکم رو عوض کنیم، جای فرض و حکم رو عوض کنیم، اون جمله ای که به دست میاد بهش میگن عکس قضیه. حالا عکس قضیه میتونه درست باشه، میتونه نادرست باشه. پس نکته، عکس قضیه میتونه درست یا نادرست باشه. قضیه دو شرطی چیه؟ اگر عکس یه قضیه درست باشه به اون قضیه میگیم قضیه دو شرطی. من یه قضیه دارم، فرض حکم، جای فرض و حکم رو عوض میکنم، یه گزاره به دست میاد. اگر این درست باشه به اون قضیه اولیه میگن قضیه دو شرطی. معمولا هم نشونه قضیه دو شرطی بچه ها لفظ اگر و تنها اگره. هر وقت توی قضیه دیدید نوشته بود اگر و تنها اگر، اون در واقع یک قضیه دو شرطیه. اینجوری هم هست، یعنی این ور نتیجه میده اینو، این ور هم نتیجه میده اینو. این نمایش و نمادشه. اینم از این تعاریف ابتدایی و ساده. برهان خلف یا اثبات غیر مستقیم. بچه ها تو کتاب درسیاتون باشه برهانی به نام برهان خلف بود، برهان جالبیه. تعریفش این بود: در این روش فرض میکنیم حکم قضیه درست نباشه. وقتی میگن بیاید یک چیزی رو به روش برهان خلف ثابت کنید، خب هر قضیهی فرض داره حکم داره، ما فرض میکنیم حکم درست نیست، به اون جمله میگن فرض خلف. بعد اونو میگیریم میریم جلو، یعنی با استدلال استنتاجی میریم جلو تا اینکه به یک تناقض میرسیم، به این نتیجه غیر ممکن میرسیم. اون وقت برمیگردیم میگیم آقا ما اون اول اشتباه فرض کرده بودیم، پس مسئله درسته. در این صورت میگیم فرض خلف باطله و حکم برقراره. خب در کنکور که نمیگم بیا با برهان خلف اینو ثابت کن. اینا تعریفشه، یاد بگیریم. الان میبینیم که تستاش چیه. مثال نقضم گونه دیگر از استدلاله، مثالی که نشون میده یک حکم کلی همواره درست نیست. مثلا ما میگیم که آقا جون فلان شاگرد ممتازه، شما میگیم مثال نقض، نه یه نوزه تو کارنامش داره.
به این میگن مثال نقص. اینا مفاهیم آسونیه، قبلا هم بلدیم. تست رو ببینیم. عبارت اتفاقی که برای دو بار رخ نده بار سوم هم رخ نمیده بیانگر کدوم استدلال؟ استقرا، استنتاج، تمثیلی، برهان خلف. یه کوچیک فکر کن. اتفاقی که برای دوبار رخ نده بار سوم هم رخ نمیده. دیده یه محدوده، دیده دوبار رخ نداده، نتیجه گیری کلی میکنه، میگه سوم هم رخ نمیده، به میان استدلال استقرایی. تموم شد و رفت به کارش. این از استدلال استقرایی. بریم سراغ تست دیگه. برای اثبات قضیه اگر در مثلث آبسه، ببین اگر در مثلث آبسه آب مخالف آسه، این الان فرض ماه، آنگاه بیم مخالف سی، این الان حکم ماه. اون چیزی که بعد از اگر میاد میشه فرض، اون چیزی که بعد از آنگاه میاد بهش میگیم حکم. میگه به روش برهان خلف فرض اولیه ای اثبات کدومه؟ بچه ها فرض اولیه همیشه خلاف حکمه. تو برهان خلف بخوای تست حل کنیم، سوال حل کنیم، فرض خلف من در واقع خلاف حکمه. یعنی ما باید بیایم خلاف حکم رو فرض کنیم. خلاف حکم رو فرض میکنیم. خب بریم ببینیم هر چی که حکم گفته برعکسش رو در نظر بگیریم. حکم اینه بی مخالف سی. خلاف بی مخالف سی میشه بی مساوی سی. پس گزینه دو جواب این سوال شد. ما در فرض خلف به حکم نگاه میکنیم. حکم هر چی که بود خلافش رو فرض میکنیم. این از این. تست بعدی، کدوم قضیه دو شرطی نیست؟ یک قضیه تالس. بچه حالا شاید این نیازمند دانش بیشتر میخوام. قضیه تالس میدونیم که دو شرطیه. یعنی قضیه تالس گفتش که حالا تو ویدیو بعدی میبینیم که به چه صورته. الان میخوام درس جلوتر ببرم. یه خط موازی ضلع سوم باشه، اون وقت اون نسبت ها برقراره. خب این برعکسش هم درست بود. گفتیم اگر این نسبت ها برقرار باشه اون وقت اون خط ها با همدیگه موازن. دومی، در هر مستطیل قطرها برابرند. خب وقتی میگه در هر مستطیل دو قطر برابرند، دو شرطیش میشه این. اگه یه چهارضلی داشته باشی دو قطر برابر باشن، آنگاه اون شکل باید مستطیل باشه. در حالی که الان یه چهارضلی که مستطیل هم نیست. خب این قطر با این قطر برابر، این مستطیله. نه، پس جواب این تست این شد. اصلا این قضیه دو شرطی نیست. ولی قضیه دیگه کلا دو شرطی. میام کنار. گزینه 3 و 4 به عنوان اینکه به اصطلاح دو شرطی هستن خوب یاد بگیریم. اینم از این. سراغ تست بعدیمون، کدوم گزینه مثال نقض داره؟ یعنی یه توضیح داده که یه مثال بیار این توضیح رو رد کنه. هر مربع مستطیله. تو میتونی یه شکلی بیاری که به اصطلاح مربع باشه مستطیل نباشه، تعریفش رو نقض کنه. در هر مثلث نقطه همرسی نیمسازهای داخلی داخل مثلثه. اینو کلا یاد بگیرید. این یک جمله درسته. در هر مثلث نقطه همرسی نیمسازها داخل مثلثه. توضیح دادم که زاویه رو می‌کشیدیم نیمسازش اونجا میافتاد. دو دایره‌ای که هم مساحتن شعاعشون برابره. بله درسته. پس جواب پس شد گزینه 4. در هر مثلث محل تلاقی ارتفاعها داخل مثلثه. خیر، این جمله غلطه. مثال نقض داره. مثال نقضش هم مثلث قائم الزاویه است. واسهتون می‌نویسم. مثال نقض دو نقطه. در مثلث قائم الزاویه، در مثلث قائم الزاویه محل تلاقی ارتفاعها، این گفته داخل مثلث، تو مثلث قائم الزاویه در واقع روی مثلث است. میام کنار که ببینید که چه نوشتم. در مثلث قائم الزاویه محل تلاقی ارتفاع روی مثلث. این هم از این گزینه. آها، بعدی میشه مطلب بعدی. خیلی خوب بچه، ترسیم های هندسی و استدلال رو در این ویدیو بررسی کردیم. ویدیو رو بارها بارها نگاه کنید، کاغذ بذارید جلوتون، هر کاری که من کردم بنویسید، تست حل کنید، ایشالله مسلط بشید. براتون آرزوی موفقیت دارم. در ویدیو بعدی نسبت و تناسب قضیه تالس رو بررسی میکنیم. خدا نگهدار. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته